زندگی نامه عزیز الله مفلح. مولوی عزیز الله مفلح فرزند محمد علی بیگ در روستای کیپتاب بلسوالی هریان ولایت پنجشیر زاده شد. موصوف تعلیمات ابتداییش را در پنجشیر فرا گرفت و سپس برای تحصیلات عالی دینی در سال 1367 با پاکستان رفت و در مدرسه ضیاء المدارس و تحصیل پرداخت و سرانجام از مدرسه صدر امدادالعلوم و درجه عالی فارغ شد. مولوی مفلح بعد از این مرحله تحصیل و افغانستان آمد و در دانشگاه بلخ مصروف تحصیل شد و سند لیسانسش را در رشته شرعیات از آن دانشگاه به دست آورد. مولوی مفلح سند ماستریش را از دانشگاه جامعه المصطفی در رشته تفسیر و حدیث از کابل به دست آورد. آقای مفلح در کنار تحصیلات علمی و دینی در عرصه عرفان و تصوف دست بالایی داشت و از مثنوی شناسان و بیدل شناسان در میان علمای افغانستان و حساب می رفت. او دارای دست بلندی در فصاحت و بلاغت بود و از جمله مبلغان انگشت شمار در افغانستان محسوب می شد. گرایش او به اعتدالگرایی و مبارزه با افرادگری سبب گسترش محبت او در میان علاقه‌مندانش شده بود و جلسه های تبلیغ و تدریسش با گذشت هر روز پررنگ تر می شد. مولوی عزیز الله مفلح در کنار تدریس در دانشگاه‌های خصوصی کابل با عنوان امام و خطیب مسجد شیرشاه سوری مدت 18 سال بدین طرف ایفای وظیفه نمود. او دارای رسالت و ترجمه‌های آثار معتبر اسلامی است که تاکنون و زیور طب آراسته نشده است. متاسفانه این عالم معروف کشور روز جمعه 23 جوزای 1399 و سن 50 سالگی حین ادای خطبه جمعه بر فراز منبر بر اثر یک ماین جاسازی شده از جانب دشمنان اسلام و افغانستان به لقاء الله پیوست. روح این عالم فرزانه گرامی باد. مولوی عزیز الله مفلح دوست و همسنفی دکتر ریاض نیازی هم بود. چند روز پیش از شهادت مولوی عزیز الله در مسجد کارته 4 کابل، مولوی ریاض نیازی هم به همین شیوه به شهادت رسیده بود که شباهت این دو حمله شک و گمان ها را در رابطه با زنجیره‌ای بودن آیت ترورها زیاد کرده است. ممنون و سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید.